قصه های آفتاب، داس ها و گل های یاس با میترا بابک. خب با درود به شما خانم میترا بابک عزیز، خوش اومدید به برنامه دیگر از سری برنامه خودتون در روزهای سه‌شنبه در این رادیو. صدای شما روی خط هست، بفهمید خواهش کنم. سلام آقای زورمان. سلام خانم، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. هفته بسیار خوبی بود، هوای نزدیک کشور شما هم خوب بود، ما برگشتیم. بله درسته، هفته پیش شما در نروژ بودین، درسته. خب امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. شما یه چند باری تا حالا تا نزدیکی ما آمدید ولی به استکهلم نیومدید. باید دیگه بالاخره این بار سعی کنیم که شما رو به استکهلم هم بکشونیم. امیدوارم حتما سعی میکنیم. امیدوارم که فرصتی باشه بتونیم. جان. خدمت همه عزیزان. بله. خب خانم بابک عزیز، عزیز شنونده رو با خودمون داریم، از ایران زنگ میزنند، من صدایشون رو وصل میکنم روی خط. با درود به شما، بفرمید خواهش کنم، صدای شما روی خط هست. الو سلام، وقتتون بخیر خانم بابک. الو خانم بابک، صدایشون رو دارین؟ من کاملا صدایشون رو دارم. بله بفرمید خواهش میکنم. خواهش میکنم. خوب هست خانم بابک؟ من خیلی خوبم عزیز کلم. خوشحالم با تو صحبت میکنم. برادر من خیلی وقت تو نمیگیرم، من یه سوال داشتم ازتون. من الان حدودا 27 سالمه، بعد از 7 سال پیش توی رابطه بودم با یه آقایی که تو دانشگاه با هم آشنا شدیم. بعد رابطه هم خیلی خوب پیش رفت، یعنی مثلا ما خیلی، یعنی هم به لحاظ بلوغ فکری هر دومون خیلی بالغ بچه نیستیم، هم که خیلی رابطه خوب و جمعی داشتیم تا الان. بعد ایشون علی به هر دلیل مثلا از سر صحبت راجع به آینده ازدواج تفره میره، یا مثلا میگه میترسم من شرایطشو ندارم، الان موقعیتشو ندارم، نمیدونم وضع اقتصادی خرابه، نمیتونم. یه بار میگه میتونم، یه بار میگه نمیتونم. با مردانی که واقعا کم آوردم، با اینکه رابطمون هم خیلی رابطه خوبیه، خیلی با هم تفاهم داریم، ولی الان دیگه خسته شدم، بریدم. ایشون هم مثلا حاضر نیست راجع به این قضیه هیچ تصمیم جدی بگیره. خواستم از شما سوال کنم ببینم چیکار باید بکنم. اون چند سالشه؟ من 26 هم، ایشون 28 سالشه. اوکی، بعد چی کار میکنه؟ کارش چیه؟ والا الان تازه خطر سربازی تمام شده، اونم لیسانس معماریه، منم لیسانس معماریم، ولی خب کار ندارم. میگه من فعلا کاروبارم مشخص نیست، کار ندارم، چجوری میتونم راجع به آینده تصمیم میگیرم؟ هی مثلا غیر مستقیم راجع به آینده حرف میزنه ولی اصلا هیچ وقت جدی حرف نزده، میترسه. به قول خودش میگه من ازدواج خواهرم دیدم نه موفق نبودن، وضعیت اقتصادی خوب نبوده، سختی کشیدن، برادرم رو دیدم شکست خورده، میترسه، اصلا تفره میره. با اینکه میدونم من عاشقانه دوست داره ولی اصلا تن نمیده، نمیدونم با چی کار کنم. عزیزم داری میگی بیکاره؟ بله بیکاره، ولی خب به هر حال کار پیدا میشه، میتونه حداقل راجع به صحبت کنه. من با این مشکل دارم که اصلا تفره میده، اصلا میترسه، فرار میکنه راجع به این موضوع حرف میزنه، انگار که مثلا دارم تهدیدش میکنم یا مثلا نمیدونم مشکلش چیه. ببین اگه همین خیلی کوتاه به من گفت که الان که موقعیت کودکی و گذشتهش به چه صورت بوده، تازه از سربازی اومده و کارم نمی کنه، تو چرا با مردی که 27 سالش بیشتر نیست، تازه از سربازی اومده، کار نمی کنه، میخوای ازدواج کنی؟ خب من در حال جور میشه وضعیتش، چون وضعیت مالی خانوادش بد نیست، مثلا به لحاظ اینکه خونه دارن، یعنی به من تنجیز از خونه است، خونه رو داره و میدونم کارش هم جور میشه، چون در حال دور برای سه سه کسایی که بکنم براش کار دو کنن، یعنی که من کارم هم جور بشه با این حال بازم مشکل دارم. من برای همه چیز اوکی بشه، خونه خودم باشه، نمیدونم، من چیز خونه رو بهونه میاره ولی بدم هم نمی کنه. میدونم من دوستم داره، رابطه من هم خیلی خوبه. به این به نظر من پارتش شاید بهانه باشه، چون تأثیر نگرانیشه،
پارتش هم خود تو هستی، خیلی داری بهش فشار میاری، خیلی داری بهش استراب میدی، خیلی استراب داری خودت. الان همش 26 داره تو عزیزم، چرا اینقدر کوشش میکنی که زود ازدواج کنیم؟ چند مدت با هم آشنا هستیم؟ 7 ساله. آها هفت سال اینجا که دارم. هفت سال هم بله. پس 19 سالت بوده باش آشنا شدی؟ نه رو بیش آره دیگه دو بیش سال هم در قطعه هم یک دانشگاه. اوکی، تو این مدتی که با هم دوست بودین چه مشکلاتی غیر از مسئله ترس از ازدواج شما داشتین و دارین؟ خیلی مشکلاتی پیش پا افتاده، اصلا چیز جدی نبوده، خیلی با هم جوریم. حالا همه اکثرا هم که ما میدونیم که چون شما با هم خوبیم، واقعا هنوز که همه حسی که به هم داریم مثل حس همون اوله. خیلی سختی ها بوده، مشکلاتی پیش پا افتاده بوده، ولی چیز جدی بین ما نیست، چون هم اون آدم پخته یه تقریبا، هم من یه بچه بازی نبوده، هرچی بوده یه رابطه خیلی عقلانی بوده. ولی عزیزم من اصلا تو تون صدای تو عقلانی نمیبینم. نه من صدام بالت بچه بودم رو همه میگم. نه یکی تون صدات، یکی استرابی که داری از خواهد نشون میدی، یکی این عجله که داری میکنی. 7 ساله میگی تو رابطه هستی؟ نه 7 سال. آره؟ بله 7 ساله. الان شما دیگه 7 سال. خب ولی حالتی که حرف میزنی بیشتر صدای بچه میشنم، نوجوان میشنم تا یه خانم عاقل. شاید تو رو صدا شد الان نگرم. این سوال، من مشکلی با دوستی ندارم، من حاضرم بمونم توی این رابطه وقتی میبینم همه چی خوبه، ولی از این ناراحتم که او نکنه داره منو بازی میده، چون اصلا رده بارنده حرف نمیزنه، نمیخوام تصمیم بگیره حرف بزنه، حرف هم نمیزنه. ببین اگر که 7 سال توی رابطه هستین و به نظر خودتم اصلا شما با هم مشکل ندارین، که من باور نمیکنم تو نمیخوای مشکلات رو ببینی، آیا در کنارت هست که باهاش صحبت کنم؟ نه نیستش. فکر میکنی الان اگه پلود بود من بهش میگفتم که مشکل تو با دوست دخترت چیه چی میگفت؟ میگفت خیلی من تو فشار داره میذاره. راست میگه. از چه نظر ازدواج؟ بله بله بله. خب غیر از این دیگه چه ایرادی از تو میگرفت؟ این که درست گفت، دومیش چیه ایراد دومش؟ خانو بک هیچی، اون همیشه به من که تو هر چی بخوام تو، من هر چی بخوام تو داری. الان من همیشه بهم میگه، میگه فقط اینو این موضوع کلید نکن، اینو هم من نخوا فعلا، فعلا وقتی کارم جور نمیتونم به پله بعدی فکر کنم، فقط مشکل اون اینه. من چند سال درگیر این قضیه این دعوا ها و سر همین بوده، اونم از سمت من بوده. بچه چندومه؟ بچه آخره، 4 تا بچه هم، بچه آخره تمام ازدواج کرده. بچه آخره آمادگی برای ازدواج نداره و اگر بخوای الان پوشش کنی و فشار بهش بیاری، یا امکان داره از دستش بدی کلن، و یا امکان داره که به خاطر فشارهای تو ازدواج بکنه و بعدا به مشکلات بسیار پیچیده تر برسی و یا به جدایی برسی. من فکر کنم بهترین کار اینه که مثلا خودت آرامشت بیشتر پیدا بکن، سعی کن به مشکلاتتون هم بیشتر دقت داشته باشی، اینقدر ماله نکشین. اون به تو میگه تو هیچ اشکالی نداری، داره با تعارف میکنه و اینکه جرات نمیکنه به تو بگه تو مشکل داری، تو ناراحت میشی. صادقانه واقعا بشین فکر کن امشب، این اولا آخرین پسر و اولین پسر دنیا نباید باشه باشد تو زندگی. بله نه ندارم اون قضیه، اگه قرار باشه نشه مشکلی ندارم، واقعا دارم میگم، ولی تو میگم این خیر رابطه خوب بوده، برای چه الان که به هم بخوره؟ اگه قرار به هم بخوره از الان به هم بخوره، شاید چند سال دیگه ازدواج کنه یکی دیگه رو من ترجیح بده، یعنی یه دختر جوانی رو من ترجیح بده، یا اصلا اون موقع نمیدونم من دست بده من ازدواج کنم، نمیدونم. نه ببین، شاید فوبیا یا حراس ازدواج داره. اولا که کار نمیکنه، اگر موقعیت خانوادگیشون خوبه میتونه ازدواج کنه، که این که دلیل نشد برای ازدواج. ازدم
اون باید استقلال مالی خودش رو داشته باشه ازدواج کنه. خیلی کار غلط و زشتیه که من رو پای خودم نیستم، منو با صندلی با یا با کرسی این ور اونور ببرن که حالا زن میخوام. بذار اون باید رو پای خودش بیسته، فردا اون وقت منتت رو سر خودت و رو سر همسرت هست که ما خرجتون رو میگیم یا ما خرجتون رو میدادیم. اینا رو که شماها نباید در آینده بشنوید. تو کوشش کن یه کاری که تو باید بکنی اگه واقعا عاقلی. تو من ندیدم خیلی عقل ندیدم توی تو فرند این مدت خانم بابر من خیلی عصبی شدم. من ترسه این به من بروز کرده، من از دست تو وجودم میترسم، اصلا خودم از ازدواج ترسیدم، فقط نمیدونم الان چیکار کنم، به هم بزنم بمونم، نمیدونم از سردرگم. آره، برای اینکه احساس میکنی که تکلیف روشن نشده چون 7 سالم گذشته. بله بهترین کار اینه که روی همسر چهت حراس و فوبیا داره از ازدواج، نگران ازدواجه، پارت صحبتش درسته، پارت دیگهش ممکنه فقط یه فوبیا باشه. تو هرچه کوشش بکنی تو برای یک 6 ماه تا 1 سالی در مورد ازدواج باهاش صحبت نکن و فکرم نکن. ببین شما اگه بشه 8 سال رابطتون و بعدم تموم بشه آخر دنیا نمیشه که میشه؟ تو میشی 27 ساله؟ هیچ اتفاقی هم اگرم به درد هم نمیخوردین چه بهتر که تموم شه. در اگر تو گوش کن، صدای منو گوش کن، 1 سال روز شماری هم نکنی ها، هی بگی 2 روزش گذشتی، 1 ماهش گذشتی، 1 ماهش گذشت. با خودت بشین به خودت، حالا هر چی اسمت هست به خودت بگو که من اصلا نمیخوام به ازدواج فکر کنم. بعد اینو به بویفرندت یا پسرت هم منتقل کن، بگو من صحبت کردم، از تصمیم گرفتم که اصلا در مورد ازدواج فکر نکنم، نه من میخوام فکر کنم نه تو. صدای منو بشنا، این ریورس سایکولوژیه و اصلا واقعا در موردش صحبت نکن. به خودت هم هر دفعه هم که این استرس میاد تو رو اذیت بکنه فورا برگرد بگو که اصلا حالا اگرم این ازدواج نشد من همش میشم 27 سالم، تازه تجربه هم خیلی به دست آوردم تو این رابطه، چیزی رو که از دست ندارم. ولی در مورد ازدواج متوقف کن این اعتراض تو، این استرس تو، این حراس تو و این استرس تو. به خودت در درجه اول، به خودت و به خانواده خودت، اگر اونا هم فشار به شما هم میارن یا دوستا و آشنا، هر کسی که میگن بالاخره چی شد، اجازه فضولی به هیچ کس هم نده. قشنگ سخت و محکم با خودت صحبت کن که من نمیخوام فعلا ازدواج کنم. وقتی تو این احساس رو پیدا بکنی و اینو منتقل بکنی به بویفرندت، حراسش و فوبیا رو ازش میگیری بدون اینکه مستقیم کاری کرده باشی. وقتی اون احساس بکنه که این فشارها رو روی تو نداره، ارزش‌های تو رو بهتر و بیشتر میتونه ببینه و طبیعتاً ترس از ازدواجش هم کمتر میشه، تشویقش بکن، کمکش بکن، کار پیدا بکنه، خودت هم کار پیدا بکن تو این مدت و اونجا تازه میفهمین که چقدر رابطتون داره بهتر میشه. حالا 2 حالت داره، یا رابطتون بهتر میشه یا اینکه رابطتون میرسه به صورت خیلی سالم و متمدنانه، میرسه به جایی که پس به درد هم نمیخوریم، پس ما خیلی صادقانه و متمدنانه از هم جدا میشیم، تو برو سوی خودت، منم میرم سوی خودم. ولی این مدت 6 ماه 1 سال اگه تو اینجوری با زندگی خودت برخورد بکنی، اولا خیلی بزرگتر میشی، خیلی تجربه های بهتر پیدا میکنی، دوما اگر این یار خوبیه و به درد ازدواج با تو میخوره رو خرابتر از این نش نمیکنی، چون داری بیشتر خستش میکنی و همین قرار و استرابات ممکنه که از دستش هم بدی. بله صدای منو بشنا، حواست خیلی جمع باشه، اول باید با خودت صحبت کنی سفت و محکم و جمعه ترپیتیک به خودت بزن. فورا به خودت بگو همش 26 سالمه، 6-7 سالم تو این رابطه بودم، چه اشکال داره، تازه خیلی هم تجربه میخوام ببینم، از اشتباهاتم یاد بگیرم. به ازدواج فکر نکن برای یه مدت چند ماه، به اونم بگو به ازدواج فکر نکنه. اگر اون برگشت به تو گفت، حواستو جمع کن چون ممکنه میخواد امتحانت کنه، اگر برگشت گفت بیا ازدواج کنی، تو بگو نه من الان فکر نمیکنم، نه تو آماده ازدواج باشی و نه من، چون من احساس نمیکنم شما آماده ازدواج هستین جفتتون، ولی فرهنگی میخواد فقط ازدواج کنی و
ولی تو این کار نکن، بعد وقت نتیجه شده بهتر میده میازیزم. بله بخواه موبایل من این سوالی دارم، مثلا حالا من این رویه رو در پیش بگیرم تا چند سال آیندم دوست بمونیم، به نظر که درسته اصلا میشه تو این فرهنگ این جامعه اینجوری زندگی کرد؟ دیدی نشنیدی من چی گفتم؟ اصلا نمیکشه. تو اگر برای 6 ماه 1 سال صادقانه، نه اینکه خودتو کنترل کنی و تحمل کنی، صادقانه این باور اشتباه فرهنگی تو برداری از سیستم باورید که کی گفته الان من بعد ازدواج کنم، اصلا الان نمیخوام، من نمیخوام ازدواج کنم، اگه به این صورتی من گفتم صادقانه بری جلو، طبیعتا اون حراسش گرفته میشه. اگر تو همون جوری که اون گفته که دختر خیلی خوبی هستی و همه چیت خوبه، چرا از دستت بده؟ معلومه که نمیخواد تو رو از دست بده، اونجوری از دستش نمیده. دو سال یه سال از ترش این قضیه بگذره، حتی اگر دو سال دیگه هم گذشت، وقتی که احترام برای خودت قائل باش، تو از این طریق با این پوشایی که داری میکنی خودتو داری بی حرمت میکنی. ازدواج کنیم، ازدواج کنیم، تکلیف هم روشن کن. یعنی چی؟ تا کی میخوایم ما هم تو هفت سال ما با همین؟ داری خودتو بی حرمت، داری خودتو بی احترام. ولی وقتی صرف من اصلا نمیخوام ازدواج کنم، ببین چه احساس خوبی به خودت میده و چه احساس خوبی به اون میده. اون وقت چرا تو از دست بده وقتی داره دختر به این عاقل دوست دختر به این عاقلی داره؟ ولی فعلا عاقل نیستی ها. بله خب یه تحصیل خوب را به تو بدم، ولی اونقدر تو این استرس بودم من تقصیر تو هم نیست، تقصیر فرهنگ و جامعه که توی زندگی میکنیم، خانواده، همه اینا فشار میارن، حتی دوستان هم فشار میارن. ولی وقتی مثل دختر خانوم بالغ فرگردی بگی من الان نمیخوام ازدواج کنم، الان اصلا من تصمیم ازدواج ندارم، بهت قدرت میده، به تو توانایی میده، نگرانی های بیجا رو ازت میگیره، نادونی بیجا رو ازت میگیره، به جاش داناد میکنه و قدرت من. درسته خواهش میکنم برنامه رو دوباره گوش کن، دوباره چند بار گوش کن و تمرین کن، بعد اگه خواستی به ما خبر بده. حتما بعد بخوام تماس بگیرم و بعد شما رو باید کم تماس بگیرم. آره همین شماره که تماس گرفتی. آها خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم، مرسی از تلفن. بله مرسی، خدا نگهدار. بله خانم بابک عزیز، دو تلفن